الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی با برنامه صبح کلمه. آیه 57 از سوره عنکبوت در قرآن کریم به دو بخش تقسیم شده و بخش اول اون کافر و مسلمان و ملحد عقیده دارن و به بخش دومش فقط مسلمان ها و اهل کتاب عقیده دار. یعنی حقیقتی رو بیان میکنه که هیچ کس در دنیا نیست که منکر اون باشه. آیه اینه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه و خواهد مرد. اینا هیچ هر کس قبول داره، که ملحدم قبول داره. بخش دومش ثم الینا ترجعون رو فقط مسلمان ها و اهل کتاب قبول دارن. صحبت امروز در مورد مرگ و این برنامه رو میخوایم انشاءالله اگه شد در برنامه بعدی و شاید هم در برنامه سوم ادامه بدیم و موضوعات مربوط به این رو خدمت شما عرض کنیم. توجه کنید ما وقتی که صحبت از مرگ میکنیم، نه این است که بخوام از دنیا، دوری از دنیا صحبت کنیم. هرگز چنین چیزی نیست. ما اصحاب پیامبر، ما خود پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم بیش از همه در فکر مرگ بودن، اما این به اون معنی نبود که دنیا رو از خودشون دور می‌کردن. از بهترین چیزهای دنیا که پیامبر فرمودن عطر و زن بود و پیامبر هر دوش رو بسیار دوست داشتن و اصحاب پیامبر همشون بیش از یک زن داشتن، در حالی که اکثرشون میتونستن به یک زن، به اصطلاح میتونستن فقط یک زن بگیرن. اما متقی ترینشون که مثال عشره مبشر است یا چهار خلیفه اول و دوم و سوم و چهارم است، ما در زندگیشون که میخونیم همیشه چهار همسر داشتن. یعنی منظور از این که ما صحبت از مرگ میکنیم نه این است که از دنیا بخوایم خودمون رو دور کنیم. ما میخوایم آماده بشیم برای حقیقتی که حتما پیش آمدنی است. ما میدونیم چنین حقیقتی پیش میاد و ما سگ و گربه نیستیم که بمیریم و در را ما رو بندازن یا در آشغال بندازن و ما یک حساب کتابی زندگی ما داریم. حدیث های مختلف رو در این رابطه میگم، حرفم از خودم نمیگم. اصل حرف از حدیث های پیامبر خداست که اولیش رو حضرت ابو سعید خدری نقل میکنه، در صحیح مسلم هست که حضرت پیامبر فرمودن لقنوا موتاکم لا اله الا الله. مرده های خودتون، کسایی که در محضر مرگ هستن، تلقین کنید بهشون کلمه لا اله الا الله رو. چرا؟ چون که آخرین کلمه اگر انسان این رو بگه به بهشت میره. اگر انسانی خداوند این توفیق رو بهش بده که آخرین حرفش این باشه لا اله الا الله، اون در حدیث میاد که این آدم بهشتی است. معمولا این توفیق فقط برای کسی پیش میاد که در دنیا به این کلمه عادت کرده باشه. پیامبر فرمودن برای اینکه مطمئن کنید، یعنی من تفسیر حدیث دارم میگم، مطمئن بشید که این مرده شما بهشتی است، در لحظات مرگ وقتی که انسان در حالت احتضار است بین مرگ و زندگی دست پا میزنه، شما پی در پی لا اله الا الله بگید تا اون طرفی که به سوی اون شخص که به سوی مرگ روان است هم بشنوه و بگه، حالا در دلش بگه یا با صدا بگه، در این صورت اون نجات پیدا میکنه و این یک راست کمک به انسان در حال احتضار است. پس ما بدونیم که در وقت مرگ چی باید بگیم. البته این امروزها دیگه دستگاه پزشکی کمی فاصله مرگ زندگی رو گم کردن. قبلا یعنی یک کسی که در حال مردن بود تقریبا 6 7 ساعت، یک روز، دو روز، سه روز قبل از اون میفهمید. اما حالا دکترها خیلی کوشش میکنن و انسان کاملا ضعیف میشه بدون اینکه به حال خودش هم نمیفهمه، به بیهوشی میره و کسی باور نمیکنه که وقت مرگش نزدیکه و کمی این مرز به هم خورده. ولی با این وجود خب ببینید، این در کشور ما متاسفانه برعکسه. بعضی جاها من خاطرات یک رئیس یک مدرسه پاکستانی رو میخوندم که بچه هاش بعد از 45 سال این رو خاطرات پدر خودشون رو منتشر کرده بودن. این آقا خاطرات سفر خودش رو نوشته بود و حج و نمیدونم عراق و این برا رفته بود.
باز از راه ایران رد شده. و خب من برای من بخش ایران جالب بود، مال زمان شاه بود، گفت از مرز کفتان می اومدیم، به ماه رمضان بود، دولت ایران گفت شما باید قرص بخورید، بدون اینکه هم قرص هایی که دولت ایران برای ماه برای پاکستانی ها میداد که قبل از ورود به ایران، خب ما گفتیم ما روزه داریم، گفت مجبورید. باز گفت ما تا شب وایستادیم خوردیم، از خیابونای ایران تعریف کرد نظمش، و بالاخره به تهران رسید. ولی میگو همین راه که میرفتیم در ماشین، میگه راننده همین چیز گذاشته بود، علی گویم، علی جویم، علی اول، علی آخر. میگه من خیلی تعجب کردم از این، بالاخره عالم دینی بوده، بیشتر به این موضوعات توجه میکرده. در ضمن تعریف هایی که از ایران کرد و انتقادی هم که داشت در این مورد، ایشون تهران میگه رسیدم منزل یک دکتر پاکستانی که اونجا کار میکرد، اون آقای ایران پاکستانی از خیلی تو ایران کار میکردن، گویا حتما، گویا نیست، حتما است، منم شاهد بودم. میگه یک دکتری که منزلش رفتیم اونجا از آشنایان بود، به جای اینکه به هتل برم، و بهش گفتم که فلان این چه خبر اینجا، و از چیزایی در ایران تعریف کردم که نسبت پاکستان خیلی بهتر بود. و باز اینو گفتم که مردم چرا اینقدر علی علی میگن و قرآن رو هم احترام نمیکنن، رو زمین میذارن، به حساب دید خودش دیگه از دنیا. میگه اون دکتر گفت بیا برای یه چیز جالبی تعریف کنم. میگه چند روز قبل یک همسایه ما پیرمردی در حالت مرگ بود ولی نمیمرد، جونش در نمیومد. میگه دختراش پسراش بالا سرش بودن، میگفتن که آقا جون یا علی بگو تا جون در بیاد، یعنی در لحظه مرگ بهش تلقین میکردن که یا علی بگو، یا علی مدد بگو. طبعا این درست خلاف حدیث است، و حدیث در صحیح مسلم است که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، ما مردمی که در حالت مرگ هستند رو لا اله الا الله بگید، خودتون بگید و اونا هم بگن. این یک آداب. خب آیا اجازه ما داریم که سر قبر مرده ها بریم، در قبرستون بریم، دعا کنیم؟ البته، بلکه تشویق هم شدیم برای اینکه بریم و بیاد آخرت بیفتیم. ولی بازم هر چیز تغییر کرده در دنیا و ایزن در ایران ما. اول بذارید حدیث رو برای شما عرض کنم که از حضرت ابی هریره است که ایشون گفتن که از پیغمبر شنیدم که فرمود اکثرو ذکر حاتم اللذات، خیلی بیاد بیارید چیزی که لذات تو از بین میبره. اون چیست؟ مرگ دیگه. یعنی مرگ رو همیشه در خاطر داشته باشید که شما به سوی مرگ خواهید رفت تا زندگی خودتون در دنیا بتونید کنترل کنید، نه اینکه از دنیا دور بشید. به شما عرض کردم حدیث در صحیح ترمذی، در صحیح نسائی، حدیث صحیح. این دو حدیثی که براتون خوندم طبعاً پیش در مسلم بود، صحیح. اما حدیث دیگه‌ای که براتون می‌خونم، علما درش اختلاف دارن که آیا صحیح هست یا نیست. ذهبی گفت حسن است و آلبانی گفت منکر است. به هر حال من دیگه نمیتونم در دعوای علما داخل بشم. حدیث براتون می‌خونم، ولی بدونید که در درست بودن یا غلط بودنش علما با هم اختلاف دارن. حدیث از حضرت ابن عمر است که ایشون میگه من پیش پیامبر آمدم، یک مردی از انصار بلند شد گفت یا نبی الله من اکیس الناس و احزم الناس. و یا رسول الله چه کسی هست که باهوشترین مردم است و چه کسی هست که محتاطترین مردم است؟ فرمود اون کسی که اکثرهم ذکرن للموت، هر کسی که بیشتر مرگ رو یاد میکنه، و اشدهم استعدادن للموت قبل نزول الموت، اینها میگه کسی که مرگ رو زیاد یاد میکنه و کسی که آماده است برای مردن قبل از اینکه مرگ بیاد، این آدم باهوشترین مردم هست و اینها کسانی هستن که در دنیا و آخرت بازی رو بردن. یعنی کسی که آماده برای مردن باشه، برای سفری که قرار است بیاد خود آماده کنه. این حدیث رو گفتم در ابن ماجه و طبرانی هست، حسن گفته امام ذهبی و شیخ آلبانی گفته نه حدیثش درست نیست. ولی با این وجود معنی حدیث رو کسی شک نداره که میتونه درست باشه. یعنی اگر فرموده پیامبر نباشه، به معنی یک حکمت درست است که آدم باهوش اون است که در فکر یک چیز باقی باشه، یک چیزی که پایدار است. یعنی قرار باشه انسان تمام زندگی موفق باشه، اما وقتی مثل بیل گیتس مثال، ایشون یکی از موفق ترین انسان های دنیا است، منتها به خدا عقیده نداره، طبعا تمام زندگی میلیاردر هم. فرض کنیم که خداوند در این دنیا برای چیز مشکلی ننویسه، که نوشته البته، طبعا بعد از مردن یک زندگی پایدار رو خراب کرده. پس آدم از اون یک آدمی که نون شب نداره اما در فکر آخرت هست باهوشتر به نظر من هست. حکمتش درست. خب آیا ما میتونیم ببینید
خب از اینا چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که یعنی وقتی پیامبر فرمودن که شما میتونید برید سر مرگ رو یاد کنید، یعنی برید سر قبرها و برید سر قبر و شما رو بیاد. حدیث هم داریم که اگر برید، باز یک روز این حدیث در برنامه بعد براتون میخونم، که شما که به سر قبر برید و قبرستان برید بیاد آخرت میفتید، چون که فرموده بود من شما رو نهی کردم از زیارت قبور، برید برای اینکه شما رو بیاد آخرت میندازه. اما کدوم قبرستون؟ نه قبرستونی که حالا پارک شده، نه قبرستونی که توش فواره هاست و به باغ تبدیل شده، قول خودشون بهشتش کردن. شما نگاه کنید که ما چقدر از دین دور شدیم. اگر این کلیپ ببینید میبینید که اگر کسی نباشه ملت رو نصیحت کنه، باز اینا فکر میکنن که ما بهترین مردم هستیم، در حالی که خیلی عذر میخوام احمقانه ترین کارها، شنی ترین کارها رو داره انجام میده، ولی فکر میکنه که خیلی در سطح بالاست. پیامبر میگه برید یاد آخرت بیفتید، ببینید اینا در قبرستون میرن به یاد چی میفتن. شما رو خدا نگاه کنید، تعجب خواهید کرد. اگر که یک لحظه من فقط کتاب فرمان، بله مزار شهدا برگزار شد، با قرائت حدیث شریف کسا آغاز شد. با دوستامون و همه دور هم با هم جمع باشیم. شب شام عروسی تلفن درست گفتن چه جالب نه خیلی خوبه هرشون هستی راضی بودی نگفتید که حالا پیش فامیل و به قول معروف نابرو میده اتفاقا گلگی ازشون بشه اما که ایده من نیستیده انشالا زندگیشون پر برکت باشه. ناراحت نبودی امسان که دیگه برگذار باشه؟ مفصل تر میشید پارسال دقیقا همین روز همین ساعت با اینجا ازدواج شد. ببینید این داره دستم میزنن قبرستونم هست. دوباره گوش بدید همین به زمینه یه صحبت های این آقا صحبت. اینم پارسال عروسی کرده دارم اینجا نگاه کنید. ممنونم اتاق فرمان. ببینید توی ما عروسی رو میبرن در چیز در قبرستون. شما رو خدا ببینید که بعد قبرستون دیگه به قول خودش میخوان ساده برگزار کنن. سر قبر نمیدونم شیرنی و نمیدونم گل و همه چیز دنیا رو گذاشته دیگه، کی بیاد آخرت آدم میفته؟ به تازه دستم میزنه حتما رقصم میکنن، شیرنی شکلات رو پخش میکنن. این بالاخره نمیشه که تو بری قبرستونم بخوای عروسی بگیری نمیتونی دیگه سینه بزنی، مجبور هستی که. چرا این کارا رو میکنن؟ تعجب میکنم که طبعا این نه، این قبرستون رفتن به درد نمیخوره و این کار بسیار شنی است. منتها ببینید حتی اینقدر پیش مردم چون کسی نیست اینا رو نصیحت کنه. وقتی که عالم یک مملکتی خودش گمراه باشه، خب تلویزیونش هم اینو نشون میده، تازه تشویقم میکنه که آها این آقا جان عروسی ساده البته خوبه اما به جاش دیگه. معذرت میخوام شما البته مثال محل فارق قبرستون دیگه جایی است که انسان بیاد آخرت میندازه. شما بخواید مثلا بخواید سادگی ساده زیستی کنی بری در دستشویی به مردم نهار بدی، این که نمیشه. آخر هر چیز جای خودشو داره، بلکه چون که کسی نیست اینا رو نصیحت کنه. این آقا رو آوردن تو تلویزیون، فکر میکنه کار خوبی کرده، آقای تلویزیون هم تشویقش میکنه و طبعا ما مجبور هستیم بگیم. برنامه صبح ما در مورد مسائل اختلافی نیست، بلکه یک مشکلی است که حتی اختلافی هم نیست، چیزای جدید به وجود اومده و باید یکی به اینا بگه تا انجام ندن. خب حالا پس رفتن به قبرستون درسته اما نه اینجوری. باید قبرم آدم بیاد آخرت بندازه، نه سنگ مرمر در جای اعلا باشه. حالا توی قبرم تازه که تزیین میکنن اهل کتاب که از ما دورتر رفتن از دین، اونها تابوت یه جوری درست میکنن که دلت میخواد بمیری بری تو اون تابوت بخوابی. اینقدر لوکس میکنن توی تابوت، تزیین میکنه، عروسک میذاره، آینه میذاره، شونه میذاره. نمیدونم. بله اون قبرستونی باید بری که ساده باشه، قبرا بلند نباشه، سنگ مرمر نباشه، برای اینکه تو رو یاد بندازه که مردمی که در بهترین خونه ها نشسته بودن حالا ببین هر کدومشون زیر پات خوابیدن. پادشاه، وزیر، سفیر، ولی اینجا هیچی نیست. پس اون قبرستون رو پیامبر فرموده برید. حالا آیا گریه کردن بر مرده اون چه حکمی داره؟ اجازه؟ بله اجازه داده پیغمبر. اصلا
نمیشه انسان خودش رو نگه داره. خود پیامبرم در مرگ پسرش گریه کرد، چشماش اشک اومد، اما گریه ای که در اون چی نباشه. و در حدیثی قبلا هم براتون خونده بودم که یکی از تابعین وارد شد و دید که دو نفر از اصحاب پیامبر، اصحاب بدری، اصحاب در جنگ بدر بودن، در یک مجلسی نشستن که دخترها آواز میخونن. و گفتن ابو مسعود انصاری، البته در این راوی این حدیث هست که اون تابعی ازش شنیده، گفت شما اصحاب پیغمبر هستید، جنگ در جنگ بدر بودید، در اینجا دارن دخترها آواز میخونن، شما نشستید. اونا گفتن که اگه میخوای با ما بشین، اگه میخوای برو، پیغمبر به ما در عروسی اجازه داده که ما گوش بدیم و در عزام به ما اجازه داده که ما گریه کنیم، به شرطی که زجه نزنیم، نوح سرایی نکنیم، مداهی نکنیم، به ما اجازه داده. پس گریه کردن اجازه داده شده از گفت من ابی مسعود انصاری و ثابت ابن زید این حدیث است و ابن ابی شیبه در کتابش نقل کرده و حدیث صحیح است. در راه‌های مختلف اومده، در مصیبت گریه جایز است و مصیبت منظورش مصیبت مرگ دیگه، ولیکن به شرط چی؟ اما گریه ای که ما میکنیم متاسفانه تو ایران الان هست، در خیلی جاهای دیگه، این باعث بدبختی مرده میشه. اونم اون البته نه هر مرده ای، مرده ای که اهل بیتشو من نکرده باشه. در حدیثی که در بخاری و مسلم هست، حضرت حفصه آمده که حضرت حفصه بر وقتی که حضرت عمر ضربه کاری رو خوردن و در بستر شهادت افتادن، بر پدر خود گریه کرد. این حضرت عمر به چند نفر دیگه هم گفتن، گفت دخترکم گریه میکنی، ساکت باش، مگه نمیدونی که پیغمبر خدا فرمود، همین دخترش تازه ام المؤمنین بوده و زن پیامبر بوده، مگر گفت نشنیدی که پیامبر خدا فرمود ان المیت یعذب ببکای اهله علی؟ بخاری و مسلم حدیث است، حدیث صحیح است، در این شکی نیست، در کتب دیگه هم هست. مگه نشنیدی که پیامبر خدا فرمود که مرده کسی که در عذاب میشه به خاطر گریه اهل بیتش بر اون، یعنی اهل بیت بر مرده گریه کنن، اون گریه ای که نه، این گریه که اجازه داده شده نه، گریه ای که با صبر باشه، گریه ای که به اصطلاح گریه معقول باشه نه، چون که چاره نیست درش، نه در دست خود ماست. گریه ای که به اون سینه زنی باشه، پاره کردن لباس باشه، زدن به سر باشه، کندن موی باشه، زجه زدن باشه، داد زدن باشه، اون گریه رو باعث میشه که اون مرده ای که بیچاره تا حالا یک سفر بدبختی رو شروع کرده، یک سفری که سفر سختی رو شروع کرده، در همون اول سفر فرشته ها عذابش کنن. شاید بگه آقا گریه رو این میکنه، چرا اون رو عذاب میکنن؟ اون مرده ای رو عذاب میکنن که اون مرده اهل بیت خودش رو نهی نکرده باشه، یا تشویق کرده باشه، یا خودش این کار کرده باشه، بچه هاش به دختراش دیده باشن، اون مرده رو عذاب میکنن. مرده ای که بگه که نه این کارا رو نکنید، مثل حضرت عمر که گناه گفت نکنید، اون مرده طبعا عذاب نمیشه، چرا گناه یک نفر بر دیگری نوشته نمیشه. پس توجه کنید که اهل بیت خودتون رو از این کار من کنید قبل از مردن، و در ضمن خودتون هم در مجالس نرید و اینطور گریه نکنید که مرد. ببینید آخر حالا زنا بیچاره، خب برای همین هم گفت به قبرستان نرن دیگه، احساساتشون رو نمیتونن کنترل کنن. اما مردم میبینید خودشون گریه میارن، دیگه خیلی بده دیگه، مردم بچه‌ها به کی تکیه کنن؟ بچه‌ای که تو مجلس هستن، افراد کوچکتر به کی تکیه کنن؟ مردها باید خودشون رو نگه دارن، صبر کنن. من هیچ فراموش نمیکنم که وقتی پدر بزرگ مادری من مرد، همین دایی بزرگ من خیلی خودش رو کنترل کرد که حتی خواهرش که مادر من باشه بهش یک عتابی کرد که تو مثلا دلت سخته، گفت نه هیچ دلم سخته، حرفش تا حالا یادم مونده، گفت باید پدر جلوی پسر بمیره و من دفنش کنم، این خوب نبود که من میمردم و اون دفن منو دفن میکرد. منظور این است که یک آدم باید بزرگتر خودش رو درست کنه و گریه نکنه. مردا باید اقلا اینطور باشن. حالا زنا نمیتونن خودشو کنترل کنن، مردا دیگه برای چی؟ اونا بهتر گریه میکنن. این عیبه و مردها تکیگاه بچه ها و اهل بیتشون هستن و این باید من کنن، خودشون نکنن تا کسی ازشون یاد نگیره. به هر حال این یادتون باشه که مرده اگه اهل بیتش، اگه شما دلتون برای مرده میسوزه حداقل، پدر میگه حالا بدون دست پا افتاده، باید که گریه خودتون رو کنترل کنید و این کنترل به نفع خودتونه، به نفع بچه هاتونه، به نفع زناتونه، و گریه بکنید، ولیکن به غیر زاری، به غیر چیز، به سینه زدن نه، لباس پاره کردن نه، نعره زدن نه، و از این کارا نه. اون وقت عیبی نداره اون گریه شما باش دعا کنید. در وقتی که مرده در جای یکی از اجاهایی که دعا قبول میشه، اون وقتی است که مرده روی زمینه،
این وقت دعا قبول میشه. لذا بهترین شیطان در این وقت شما رو نمیذاره که شما دعا کنید، عوضی که به مورد کمک کنید، دعا کنید برای مرده. مرده رو بیچاره در عذاب میندازید. این در ایران یک مصیبت بزرگی است که شیطان ما رو نه در زندگی گذاشته نه در مردن گذاشته که ما راحت باشیم. به هر حال ما میگیم شما میل خودتونه، در این حدیث شکی نیست، در بخاری هست، متفق علیه هست، یعنی بالاتر از چیزی است که در بخاری مسلم باشه، هر دو ذکر کردن، در کتب دیگه ذکر است، شکی نیست که پیامبر این رو فرمود. اما حدیث دیگری براتون میگم که برای مرده ها چطور دعا کنیم و بعد دیگه فکر میکنم که این آخرین حدیث باشه برای امروز. ببینید حضرت عایشه نقل میکنه که یک شبی شب من بود، پیامبر پیش من بود و صحبت میکردید تا من ساکت شدم و پیامبر تصور کرد که من خواب شدم. یک چند دقیقه مکس کردن، باز میگه پیامبر آهسته بلند شدن، ردای خود رو گرفتن، کفش خودم آهسته گرفتن، من حالا میبینم کم و بیش متوجه هستم و آهسته از خونه بیرون رفتم. میگه من طاقت نیاوردم، بلند شدم و دنبالش رفتم که کجا میره. پشت سر پیامبر حرکت کردم، شاید شک کرده بوده به حضرت پیامبر که اصلا به خانه همسر دیگه اش میره یا چی. دیدم که پیامبر از خانه اومد بیرون، یعنی نرفته خونه دیگه، رفت طرف قبرستان بقی و منم پشت سرش رفتم، دیدم در اونجا در قبرستان نشسته و برای مرده ها دعا میکنه و دست خود بالا کرد و سه بار دعا کرد. یعنی میگه من دیدم، حالا در نور مهتاب حتما دیده. و میگه پیامبر باز برگشتن از قبرستان. میگه من هم برگشتم برای اینکه زودتر از پیغمبر خود به جایگاه خود برسونم، کمی تندتر حرکت کردم و دویدم و قبل از اینکه پیامبر برسه به جای خودم رسیدم و خوابیدم. و پیامبر که داخل شد، از اینکه آدمی که بدوه دیگه نفس نفس میزنه، متوجه شد. گفت عایشه چت شده؟ گفتم هیچی نیست. گفت یا خبر به من بده یا به من وحی نازل خواهد شد. گفتم یا رسول الله، پدر مادرم فدای تو باشه، من این کارو کردم. گفت تو همون سایه‌ای بودی که جلوی من رد شد؟ چون من دیدم سایه جلوی من. گفتم بله. گفت تو فکر کردی که پیامبر بهش گفت تو فکر کردی که پیغمبر خدا به تو حق تلفی میکنه؟ گفتم چیزی، گفتم یا رسول الله چیزی که میخواستم پنهان کنم پنهان نشد، بله من اینجور فکر کردم. گفت نه، اصلا قضیه این بود که در اون لحظه که من آهسته بلند شدم و آهسته ردای خود گرفتم و آهسته کفش خودم رو گرفتم، برای این است که فرشته به من نازل شد و به من رو صدا کرد، به من برای اینکه تو به وحشت نیفتی، فخفاه و منکی، به من اون رو اجابت کردم و رفتم بیرون و آهسته به خاطر همین رفتم، چون که فکر کردم تو خوابیدی و هرگز در این حالت پیامبر فرشته به من داخل نمی شد. و باز میگه من ازش پرسیدم، بعد میگه بیرون آمدم جبرئیل به من گفت ان ربک یامرک ان تأتی اهل البقیع فاستغفر لهم. حضرت جبرئیل به حضرت پیامبر گفت که امر شدی بری برای اهل بقیع دعا بخونی. و من رفتم برای اهل بقیع، یعنی قبرستان بقیع، برای کسایی که در بقیع دفن هستم و دعا گفتم. و گفتم، من گفتم یا رسول الله کیف اقول لهم یا رسول الله، اگه ما بخوایم دعا بخونیم. فرمود بگو السلام اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و یرحم الله المستقدمین منا والمستاخرین و انا ان شاء الله بکم للاحقون. این دعا به صورت های مختلف اومده. میگه اینطور بگو سلام بر شما اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ای اهل قبرستان، از مؤمنا و از مسلمان ها سلام خدا بر شما باد. یعنی منافقین رو سلام نکنید، مسلمان رو بکنید و مؤمن رو. بیرحم الله المستقدمین منا والمستاخرین، اونایی که خداوند در پیش از ما مردن رو ببخشه و اونی که بعد از ما مردن رو هم میمیرن رو هم ببخشه. و انا ان شاء الله بكم للاحقون، ما وقتی که خدا بخواد ما هم به شما ملحق میشیم. یعنی این نیست که شما علاقه تو قبرستان خوابیدید ما زنده هستیم بریم دعا میکنیم، ما نمیاییم، ما هم دنبال شما در حال روان هستیم، روان شدن هستیم. به اینجا این حدیث دیگه، البته این به صورت دیگه هم اومده، به این صورت که اگر که اتاق فرمان این رو نشون بده، اگر بیننده خواست بخونه بخونه، السلام علیکم اهل
دیار من المؤمنین و المسلمین، سلام بر شما اهل دیار، یعنی منطقه‌ای که از مؤمنین مسلمین هستی، اهل قبرستان، اهل قبرستان از مؤمنان و مسلمین. و انا ان شاء الله للاحقون، ما به شما ان شاء الله ملحق خواهیم شد. اسال الله لنا ولکم العافیه، برای خود ما و برای شما عافیت میطلبید. و این رو ممنون تاق فرمان. به شما بدونید که با دعا شما میتونید که عذاب مرده ای که اگر خدا نخواسته دچار عذاب است رو کم کنید. برای همین است که در حدیث است که پسر برای پدر خود دعا کنه. برای چی؟ فرزند برای پدر خودش دعا کنه. دعا به دعای اون خداوند پدرش رو از تکلیفان نجات میده در قبر و طبعا مادرش رو، یعنی چرا که انسان از کسب پدر مادر خودش هست، یعنی انسان دنباله، چون سه چیز در حدیث هست که بعد از انسان میمونه، یکی علمی که فایده برسونه، یکی صدقه ای که جاریه باشه، یکی فرزندی که برای فرزند صالحی که برای پدر مادرش دعا کنه. و فرزند صالح طبعا برای پدر مادر مسلمان دعا میکنه و لذا ولی این به اون معنی نیست که دعا برای دیگران برای مرده قبول میشه، نه، دعا یک هدیه ای است که برای مردم میرسه و بهترین چیزی است که ما میتونیم انجام بدیم. عوض نوح خانی چون ما رو بی صبر میکنه و من شدیم از کارهای جاهلیت، لعنت شده کسی که نوحه میخونه دیگه، از این بیشتر چی میخوام؟ لعنت کرده پیغمبر رو، یا کاری که لعنت شده باشه. خدا فرموده، پیغمبر فرموده که خدا لعنت کنه کسی که نوحه خانی میکنه، سینه زنی میکنه. خب آیا به این کار شما فکر میکنید که ثواب به مرده میرسه یا صبر به ما میرسه؟ برای همین نه صبر میرسه به ما. پیامبر به ما یاد داده که در مورد کسی که ازش کسی مرده فقط 3 روز عزاداری کنه، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره فقط 3 روز عزاداری کنه و باز بره دنبال کارش، مگر زنی که شوهرش مرده که مدت عزاداری اون 4 ماه و 10 روزه مدت عده است. پس ببینید 8 زیاد کرده. حالا ما اینطوری بدبختی ما هست که ما شب سال هم میگیریم، شب هفت هم میگیریم، شب ماه هم میگیریم، شب 40 هم میگیریم. اینا نمیدونم از کجا ما آوردیم. آیا ما پیغمبر هستیم؟ ما پیغمبر هستیم؟ به ما وحی نازل شده؟ این چیزا رو ما از کجا آوردیم؟ کی گفته؟ از خودمون درست کردیم؟ طبعا این چیزا باید نه فقط ثواب بهش نمیرسه بلکه زحمت بی خود است و شما خسته و خدا ناراضی. خسته شدید از این کارا، به قول خودتون داری ثواب میکنید، اما همون برای شما گناه نوشته میشه. لذا توجه کنید چیزایی که ما به شما میگیم سرچشمه در وحی داره، در حدیث پیامبر داره. هیچ کس بهتر از زن پیغمبر نمیدونست که پیامبر شب بلند میشه کجا میره، چی کار میکنه. لذا اونا به ما خبر دادن که پیامبر اینطوری به قبرستان، برو دعا کن برای مرده، نه اینکه از مرده دعا بخوای، برو گریه نکن بلکه دعا کن. ممنونم از شما و ممنونم از دوستان عزیز مادر فرمان. شما رو تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپارم. الله حافظ و نگهدار شما.